خانم ها آقایان، میهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان عزیزمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. قبل از اینکه میهنان گرامی بپردازم به برنامه امشب، لازم میدونم به چند کار فرهنگی اشاره بکنم. مجله فردوسی به سردبیری دوست بسیار قدیمی خودم عباس پهلوان و روزنامه نگار برجسته به مناسبت عید نوروز شماره مخصوصی به چاپ رسونده که من دعوت میکنم همه شما رو، همیهنان گرامی، که مجله فردوسی رو که عباس پهلوان خودش به تنهایی و با کمک عسل پهلوان این مجله پربار رو تهیه میکنن، شما یک بار این مجله رو بخرید همیهنان گرامی و از مطالب بسیار جالبش استفاده کنید. در این شماره از دکتر اسماعیل خویی، از هوشنگ ابتهاج، از همکار خودم علیرضا میبودی خدمت شما عرض کنم که عباس پهلوان، صدرالدین الهی و بسیاری از نویسندگان صاحب نام و شعرای معروف ایران اشعاری رو به چاپ رسونده و خاطرات بسیار جالبی از سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و هنرمندان به چاپ رسونده عباس پهلوان. مجله دیگری که لازم میدونم معرفی بکنم خدمتون، مجله آینه جهان هست همیهنان گرامی، به سردبیری دکتر حشمت الله شهریاری که از دوستان قدیمی منم هست و ایشون با زحمات زیاد واقعا مجله بسیار پرباری رو ایشون به چاپ میرسونه هر هفته، هر ماه. شماره تلفنی که میتوانید مجله آینه جهان رو باش ارتباط برقرار کنید خدمتون عرض میکنم، شماره 310-360-5199. تکرار میکنم 310-360-5199 و فکس شماره 310-659-3468. و مهمتر از همه، همیهنان گرامی، دوست بسیار نازنین روزنامه نگار برجسته حسین مهری کتاب دوم خودش رو به عنوان 120 روایت به چاپ رسونده. من این کتاب رو خواندم همیهنان گرامی، مطالب بسیار جالبی داره و وقتی که شما این کتاب رو شروع میکنید خواندن، امکان نداره تا این مباحث بسیار جالبی که در این کتاب مطرح شده اون رو به کنار بگذارید. مباحث های جداگانه و بسیار جالب از نویسندگان جهان، نظرات خود حسین مهری نازنین، و من معتقدم که چه صد مقاله حسین مهری و چه این 120 روایت، این دوتا کتابی که حسین مهری با زحمات زیاد اونم رو خواهش دوستان از جمله خود بنده به چاپ رسونده، واقعا بایستی هر کسی که به فرهنگ مملکت علاقه داره، به سیاست علاقه داره و به وقایعی که در عرض این 32 سال گذشته در میهن ما گذشته، باید این کتاب رو بخونه، این 120 روایت رو. برای اینکه بتوانید این کتاب رو سفارش بدید، میهنان گرامی، به شماره تلفن 310-207-1969 باید زنگ بزنید به آقای مهری و آدرستون رو بدین و بقیه مسائل. تکرار میکنم، شماره 310-207-1969. اما بپردازم به مسائلی که امشب در برنامه بهش اشاره دارم. میدونید که احمدی نژاد یکی از کارهاش اینه که خیال میکنه اگر در جهت مخالف دیگران با مردم که کاری نداره، چون نه مبعوث مردمه نه اصولاً در این جمهوری جهل و جنون با مردم اینا کاری دارن، هیچ. مسائلم یک طرف است، یعنی رئیس روزخانها
میشینه یه در رو براش جمع میکنن، یا اونا فقط باید گوش کنن و رئیس روزخان ها میره روی درست منبر براش درست میکنن، یه جای مرتفع رو درست میکنن، ایشون میره اون بالا میشینه، برای که نبادا پای مبارکشون هم ناراحت بشه یه تیکه چوبم زیر پاش مخصوص ساختن میذارن که مقام معظم رهبری نبادا ناراحتی بکشن، پاشون میذارن اونجا. بعد شروع میکنن صحبت کردن، هیچ کس نه جرأت داره که از رئیس روزخانها سوال کنه و نه تا به حال خبرنگاری جرأت کرده، ایشون که نماینده آقا امام زمان هست، مصاحبه‌ای بکنه، سوالی بکنه، اصلا جواب کسی نمیده بهش. هیچ کس در اون مملکتی که 7000 سال تاریخ داره، پادشاهانی مثل کوروش داشته، سهم عمده‌ای در تمدن جهانی و فرهنگ جهانی داشته، شعرا و نویسندگانی داشته، شعرایی داشته مثل سعدی، مثل حافظ، مثل خیام، مولانا، فردوسی، مهمتر از همه ایشون، میره اون بالا میشینه و کارش هم اینه که کسی که جرأت نداره، گفتم این اراذل اوباش رو، اونایی که شستشوی مغزی شدن که تو شعاراشون هم هست که آقا شما فرمان بده ما سر میبریم، میشینه با اینا حرف میزنه، مسائل رو مطرح میکنه، اونم نه درست، مسائلی که در بسیاری از مواقع ضد و نقیض صحبتهای قبلی و صحبتهای یکی دو سال قبل و پر از دروغ و دغل، پر از دروغ و وارون جلوه دادن مسائل چه جهانی چه داخلی، در حالی که مردم ما در فقر و بیچارگی دست و پا میزنن، مقام روزخان بزرگ میگه این تحریم ها اثری نکرده در ما، ما رو کار کشته تر کرده، دانشمندان ما رو وادار کرده که مطالعات بیشتری کردن در لابراتوارها، در آزمایشگاه ها به نتایج درخشانی برسن، الحمدلله اقتصاد شکوفا شده، چون ما عادت کردیم با تحریم ها و راه مبارزه با تحریم ها رو یاد گرفتیم، 32 سال ما رو تحریم کردن، ما روز به روز وضعمون بهتر شده و یک پرونده سراسر موفقیت رو عرضه میکنه به ملتی که با گوشت و پوست و استخوانشون دارن فقر و بدبختی و سقوط اقتصادی و سقوط اخلاقی و سقوط سیاسی، هر چی که شما فکر کنید میبینن، لمس میکنن. حالا داشتم راجع به آقای احمدی نژاد صحبت، آقای احمدی نژاد دیگه ببینید مقام معظم روزخانه بزرگ چقدر گند کارو در آورد که حتی دلغکی مثل احمدی نژادم که این همه بهش محبت کرد و از صندوق اینه در آورد و گفت نظرات من به ایشون نزدیکتر از آقای رفسنجانیه و نمیدونم از این نوع صحبت ها، این هم زیر بار او نرفت، برای اینکه شادروان تورج فرازمند همیشه میگفت علت اینی که احمدی نژاد رو اینا تحمیل کردن به ملت همون دوره اول که انتخاب شده بود، استاد فرازمند در برنامه رادیویش گفت این بود که آقای خامنه ای یه نوکری میخواست که بهش بگه معمولی بود دوتا چایی برده بیار، این اصطلاح خیلی عامیانش، و این بوده بر این کار بکنه چون خانه شاگرد میخواست آقای رهبر، ولی حتی این خانه شاگردم زیر بار این حرفای زور این آقا نرفت، برای اینکه گفت آقا من هر کاری میخوام بکنم ایشون تشر میزنه، و دیدیم که 11 روزم قهر کرد رفت. حالا این مرده که احمدی نژاد عادت کرده به حرفهای عجیب و غریب زدن، گنده تر از ظرفیت خودش، و ادعاهای عجیب و غریب کردن و دست به کارهای عجیب و غریب زدن، و این کارها رو یه نوع زرنگی برای خودش میدونه،
مجله شپیگل آلمان نوشته که سردبیر و یکی از معروفترین گویندگان آلمان رفته در تهران با احمدی نژاد مصاحبه کرده. قبلا بهش گفتن آقا مصاحبه کردن تو با احمدی نژاد آب در هاون کوبیدنه. این کار که میدونیم ایشون چی کار میکنه. این آقا گوش نکرده رفته مصاحبه کرده. خب میدونی احمد نژاد که از تاکتیک های مثلا خیال میکنه خیلی زرنگه، یه خبرنگار خارجی میاد ازش سوال میکنه، این در برابر سوال اون سوال تر میکنه و این رو جز شگردای خودش میدونه. خیلی هم به این موضوع افتخار میکنه که بله طرف آمد و خواست ما رو بذاره تو منگنه، ما دو تا سوال مطرح کردیم، طرف کف کرد، عین گفته احمدی نژاد کف کرد. دلم میخواست این سخنرانیش میوردم براتون پخش میکردم. نوشته خبرنگاره از من سوال کرد، من چنون پیچوندمش کف کرد. من تا اون موقع اصطلاح کف رو نمیدونستم، گفتن این اصطلاح جدیده، این اراذل اوباش انداختن دهن مردم. بله حالا از این کارا میکنه. به این آقای سردبیر خبر که آدم خیلی محترم، خیلی معروفه تو آلمان، خیلی چهره معروفیه، بهش گفتن که آقا تو رفتی اونجا راجب جریان هولوکاست چرا سوال نکردی؟ راجب به اینی که میگه هولوکاست افسانه است تو چرا جواب ندادی؟ سوال نکردی؟ راجب به وضع حقوق بشر در ایران سوالاتی رو مطرح نکردی؟ سوالاری مطرح کردی که میدونی این جوابش چیه؟ و ایشون گفته من اگه اون سوالا رو مطرح می‌کردم این آدم این کار بهش گفتم خب چرا رفتی؟ گفته من فکر کردم که با این مصاحبه در حقیقت ایشون اون چیزایی که دیگه مونده تو خاطرش و شاید این اواخر نگفته بگه. حالا اینم یکی از شگردای کار آغاز، دروغگویی، دروغ. رفتم اونجا حاله نور بود و بعد میزنه زیرش. من گفتم چه، من گفتم شوخی می‌کنی، من کیم چه حرفی زدم؟ سه تا دوربین ضبطش کرده میزنه زیرش، میاد تو مجلس میگه من 2.5 میلیون شغل امسال، سال قبلم 1.5 میلیون شغل ایجاد کردم. پریروزم گفته، گفته تا توی سخنرانی پریروز نه روز اوله، گفته تا پایان دوره ریاست جمهوریم من کاری میکنم که نفری که بعد از من میاد با خیال راحت ریاست جمهوری بکنه و اون این که برای همیشه بیکاری رو ریشه‌کن میکنم و اقتصاد رو شکوفا میکنم. اینو آقا تو ایام عید گفت. خب وقتی که یه آدمی در این حد دروغ میگه، از مقام معظم روزخان بزرگم یاد گرفته که از قطار پرید پایین و نماز خوند دوباره پرید تو قطار. خب شما توقع دارید تو مملکت آجر رو آجر بند بشه؟ تو مملکت هیچ کاری درست بشه؟ حالا این آقا اومده سعید مرتضوی رو، همه شما میدونید، یک جانی بلفطره رو که مثل البته جانیای دیگه، نه که این یکی تافته جدا باشه بافته باشه، نه مثل اون جانیای دیگه، منتها این دیگه خیلی وقیه در جنایتش. این آدمو بلافاصله بعد از اینی که 200 نفر از نماینده های مجلس نوشتن آقا این جنایت کرده توی قهریزک، این کارو کرده، این کارو به دلیل اینکه پسر یکی از این آدما رو کشته بود، آقای روح الامینی، محسن روح الامینی رو تجاوز کرده به زندانی و کشته اینا رو، این کارا رو کرده. مقام معظم روزخان بزرگم گفت ما هرگز نباید این موضوع رو فراموش کنیم، باید این موضوع تعقیب بشه. که آقای روح الامینی هم گفت ما رفتیم خدمت رهبر که ایشون به ما تسلیت بگن، ما رو سرسلامتی بده، ما رفتیم دیدیم که ایشون چقدر ناراحته، ما به ایشون دلداری دادیم. حالا احمدی نژاد این آقای جانی معروف رو آورد کرد رئیس مبارزه با قاچاق و ارز، آقای سعید مرتضوی توی نهاد ریاست جمهوری به شغل داد، یک دفتر و دستک و اداره. بعدن 200 نفر از نماینده های مجلس نامه امضا کردن، دادستان کل کشور آقای محسنی اژه‌ای فرمودن پرونده ایشون در دست رسیدگیش از ایشون سلب مسئولیت قضایی شده و به زودی به دادگاه فرستاده میشه. آقای احمدی نژاد بعد از اینکه این صحبت ها رو شنید، بعد دوباره گفتن که ایشون حالا یه مدتی تبرئه شده، بعد گفتن دوباره پروندهش به جریان افتاد، از این حرفا که تو جمهوری اسلامی هست.
آقای احمدی نژاد دو هفته قبل یک حکمی صادر کرد و آقای مرتضوی رو منصوب کرد به اینی که مدیریت سازمان تأمین اجتماعی رو قبول کنه، مدیر عاملیشون، یکی از ثروتمندترین سازمان ها و نهادهای دولتی در ایران. میلیارد ها پول، پول بیمه، پول بیمارستان ها، پول نمیدونم دعوا، همه اینا زیر دست ایشونه، زیر دست آقای سعید مرتضی. میبینی چقدر مملکت درستی هم من همینانی گرم، چقدر مملکت پاک و خوبی داریم. بله. و بعد از اینکه نماینده های قلابی این طبیله مجلس اعتراض کردن، این خبر رو امروز براتون میخونم چی شده. میگه پارسینه، سایت پارسینه، میگه به گزارش پارسینه شنیده شده است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در پی مخالفت شدید برخی نمایندگان مجلس به انتصاب سعید مرتضوی و جریان انداختن استیضاح وزیر کار، تو پرانتز نوشته شیخ الاسلامی، به مجلس پیامی غیر رسمی ارسال کرده. در این پیام احمدی نژاد به برخی از نمایندگان منتقد پارلمان اعلام کرده است اگر استیضاح وزیر کار رأی بیاورد و شیخ الاسلامی برکنار شود، نه تنها سعید مرتضوی را از مدیریت عامل سازمان تأمین اجتماعی برکنار نخواهم کرد، گوش کنید، بلکه او را به عنوان سرپرست وزارت کار منصوب میکنم، یعنی میزنم تو سرتون. چون همین الان گرم، او میدونه که این طویله که این نماینده توش نشستن به اسم نماینده، اینا منصوب اون روزخان بزرگن. و وقتی که به قول خودش احمدی نژاد گفته بود یه دفعه در حضور همین نماینده دور اول ریاست جمهوریش، گویا خامنه ای بهش تشر زده بود یک بار، گفت اینو نگاه کن، اینو من چند بار گفتم، خیال کرده من منصوب ایشونم، من منصوب آقا امام زمانم. خب اون میدونه که اینا دلغکن تو مجلس، همونطور که خودش هم دلغکه، اینا منتخب مردم نیستن، همونطور که اون رئیس روزخانه ها نیست، همینطور که تمام ارکان اون مملکت منتخب مردم نیستن، نه در حال حاضر بلکه در عرض 32 سال گذشته. یه عده آدمایی که به زور چماق اون بالا نشستن به مردم گفتن شما آمدید امام با امام بیعت کردید، حالا باید اطاعت کنید. گفته که اگر این نماینده ها روشون زیاد کنن و سر سعید امامی، سر سعید مرتضوی بخوان قور بزنن و وزیر کارو برکنار بکنن به دلیل اینکه به امضای وزیر کار این سعید مرتضوی به اصطلاح اومده، خود سعید مرتضوی رو میکنم سرپرست وزارت کار، چون میدونن اگه بخواد وزیر کار بشه باید مجلس رأی بده، ولی سرپرست رو رأی نمیده، اینم رأی جدید پیدا کرد. اما یه مطلب دیگه، برای اینکه ببینید در اون کشور، در حکومت شترگاب پلنگ چه خبره، صحبت‌های آقای علی مطهری امروز. علی مطهری نماینده منتقد دولت در مجلس گفته شرایط جهانی، کیف کنید همیهنان گرامی، از این مردم سالاری دینی ببینید چه خبره. این عطرش، عطر این مردم سالاری دینی تمام فضای جهان رو گرفته. علی مطهری نماینده منتقد دولت در مجلس گفته است که شرایط جهانی ایجاب می‌کند که نمایندگان مجلس فعلا با قانون شکنی‌های رئیس جمهور بسازند، وگرنه او را استیضاح می‌کردند. بذارید بقیه‌اش رو بخونم بعد تفسیر. آقای مطهری امروز در مصاحبه با سایت خبر آنلاین گفت که رئیس جمهور قبح، گوش کنید، رئیس جمهور قبح قانون شکنی را در کشور ریخته و همه با آن عادت کردند. به گزارش خبرگزاری ها، علی مطهری
پیگیری کننده اصلی طرح سوال از رئیس جمهور ایران بود که بعد از مدت‌ها فراز و نشیب سرانجام روز 24 اسفند گذشته منجر به حضور احمدی نژاد در مجلس برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان شد، که در همون جلسه هم دنباله گزارشه که ایشون اومد با تمسخر و استهزا با نمایندگان برخورد کرد، طوری که تشنج جدیدی میان دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به وجود آورد. میبینید همیهنانی گرامی، نماینده طویله مجلس میگه آقای رئیس جمهور بی قانونی و قانون شکنی رو قبحش رو از بین برده و اینو داره رسمیش کرده. حالا این منهای دروغگویی ها و آمارای غلط و ایناست، اونا رو بلش کن، و میگه شرایط جهانی طوریه که ما مجبوریم سکوت کنیم. میبینید چه مملکتی قشنگی درست کردن؟ هیچ دخلم وار مثل که مثلا آقای اوباما یا کشورهای دیگه، اینا میگن ما مردم سالاری داریم دیگه، اینا بگن آقا چون شرایط جهانی اینجوریه پس بنابراین ما نصف قوانینو میزنیم زیرش، خلاف قانون رفتار میکنیم، اوضاع جهانی ایجاب میکنه. مردک وقتی حرف میزنه ثابت میکنه که در یک کشوری دارن اینا حکومت میکنن که همه کار حق بازیه، بر مبنای دروغ، شالاتان بازی، دزدی، فساد و بد اخلاقی. اینو دارین. یکی دیگه، امروز دادگاه متهمان 3.5 میلیارد دلاری در تهران برگزار شد. وکیل مدافع این کسانی که متهم شدن در دادگاه دفاع کرده، حالا ظاهرا چهارمی جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ، اینایی که همیهنان ما رو در خوزستان گرفتن بردن در زندان زیر شکنجه، سه تاشون هم کشتن، بقیه اینها رو آوردن در برابر تلویزیون انگلیسی زبانشون پرس تیوی که در انگلیس پخش میشه، اینا اقرار کردن که تروریستن، نام مشخصات همه خانوادهشون هم گفتن. خب اینا ببینید چقدر در مورد آدمای سیاسی رفتارشون درسته، مولا درزش نمیره، ولی اینقدر اخلاق و بهش معتقدن که اونجا فامیل و مادر و پدر و اینا رو همه رو اسامیشون اینا میگن جلوی دوربین، دندوناشون هم شکسته، دنده هاشون هم شکسته، ولی در برابر دوربین چون عکسایی که از قدیم بوده و از حالا نشون میده که دندونای این بچه‌ها رو توی خوزستان شکستن، پیشونی‌هاشون رو شکستن، زیر شکنجه شدید، حالا میگن بله ما تروریست بودیم. هنوز نه دادگاهی، نه اتهامی، نه هیچی، ولی آوردنشون جلو دوربین اقرار کردن. اما این آدم‌ها وقتی که 2.5 میلیارد دلار ثروت‌های مردم ایران و یه عده شالاتان و دزد که دست همشون حاله میکنن بر تو کاره میارن تو دادگاه به اسم بی الف لام دال میم ره نمیدونم زه اینجوری اسم میبرن، گوش کن، میگه که به گزارش خبرنگار ایلنا، این هم مال ایلناست، در آغاز جلسه امروز دادگاه رئیس دادگاه ابتدا به تفهیم تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به حضار پرداخت. سپس نجفی رئیس نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران با قرائت کیفر خاص اتهامات بی بی را افساد فلعرض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و مشارکت عالمانه و عامدانه در تحصیل مال نامشروع شرکت در پورشویی عواید حاصل از جرم و مشارکت فعال در مصرف فلان قلم داد کرد. حالا وکیل مدافع ایشون در دادگاه از متهم دفاع کرد. ببینید چی گفته آقای ریاهی. آقای ریاهی سپس میگوید، چون خیلی صحبت کرده، من قسمت کوچیکشو، تا
تعدادی از متهمان پرونده را حداقل گوش کنید، تعدادی از متهمان این پرونده را حداقل چند نفر از معاونان وزرا و نمایندگان مجلس روش نشده بگه از بیت رهبری یا از وزرا، میگه معاونان وزرا نمایندگان مجلس تشکیل میدهند که مطابق قانون برای رسیدگی به اتهامات آنان فقط دادگاه کیفری استان صلاحیت انحصاری دارد. خواسته بگه که این دادگاه انقلاب صلاحیت بررسی این پرونده رو نداره. گفته دلیل هم اینه که عده‌ای از معاونین وزرا، عده‌ای از نماینده‌های مجلس، اینا بایستی ازشون سلب مسئولیت بشه بیاد در دادگاه کیفری، بنابراین دادگاه انقلاب نباید بیان. ولی بعدن رئیس محترم دادگاه گفته که نخیر، این حرفا درست نیست. ریاحی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد با وجود اینکه صلاحیت قاضی رسیدگی کننده به پرونده را تایید می‌کنند، اما تقاضای صدور عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی را داریم. حالا این جالب که آقای دادستان میگه که این جالبه که این آقای ببه، حالا که من آوردمش در این دادگاه و ایشون داره الان محاکمه میشه، قبلا در 19 سالگی اجازه بدید، نماینده دادستان با تأکید بر این که هر فردی که مستندات این پرونده را مشاهده کند در میابد که این گروه از همان ابتدا اصل را بر رشوه، وام و پارتی گذاشتن، تصریح کرد اینجاست که باید گفت بار کج به منزل نمیرسد. به 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 آقای مهافرید امیر خسروی مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم ندارد، همین یارو که 3.5 میلیارد دلار بالا کشیده، و بر اساس سابقه ای که از وی داریم، گوش کنید، در سن 19 سالگی پرونده سرقت از امامزاده قاسم را داشته است. حالا وزیر اقتصاد گفته ایشون نابغه اقتصادیه، ایشون بزرگ مرد اقتصاد ایرانه، همین آقایی که از امامزاده قاسم دزدی کرده بوده در 19 سالگی. اینا رو همین الان گرامی همه رو میتونید تو تابناک بخونید که بعدن آقایون نگن این ضد انقلاب. ببینید این تابناکه، شماره امروز برین دادگاه، چهارمین دادگاه این متهمین پرونده فساد مالی رو بخونید. بعدم اراجیفی که احمدی نژاد گفته همه شما میدونید، رفته در تاجیکستان موند گرفته تش، محیط طوری بوده که آقا خواسته اظهار فضل کنه، گفته فردوسی دین محمد رو نجات داد، اگه فردوسی نبود اسلام نبود به این شکل. اینقدر این حرف سخیف و احمقانه است که این آقای شکردزد معروف گفته که آقا من پیشنهاد میکنم که یکی بیاد این رئیس جمهور رو قبل از اینکه این حرفا رو بزنه، آیت الله مکارم شیرازی، بشین یه خود بهش تاریخ یاد بده، یه خود یه چیزایی به این یاد بدن که ایشون نره این حرفا رو بزنه. گفته آقا این فردوسی خودش گفته من 30 سال زحمت کشتم زبان پارسی رو زنده کردم، این مردک اومده میگه اسلام زنده کرده. بله خیلی صحبت زیاده دیگه همین الان. سلام آقای دکتر دانش، گوش کردین این اراجیفو؟ دکتر دانش چه خبر؟ امروز آقای انان، کوفی انان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، میدونی که رفت به چین، رفت به مسکو، یه طرح پیشنهادی داده که هم اتحادیه عرب قبول کرده، هم دولت‌های غربی اظهار امیدواری کردن، هم سازمان ملل متحد قبول کرده، رفته روسیه و چین هم قبول کردن، باشون صحبت کرده، و جالب اینجاست که آقای بشار اسد جانی هم قبول کرده. حالا و تهران، امروز آقای اردوغان رفته تهران، اینا خیلی خوشخوشانشون شده، و آقای صالحی وزیر خارجه اومده بگه که ما در حدی هستیم که آقای کوفی انان برای حل مسائل خاورمیانه به چین میره و مسکو میاد تهران، و گفته که یعنی برای حل این مسئله باید تهران تصمیم بگیره. بلافاصله آقای کوفی انان نمایندهش گفته اصلا هر چیزی نیست، آقای کوفی انان اصلا قرار نیست ایران بره، چرا باید بره ایران؟
و تکذیب کرد. حالا بس بر سر این که سوریه به چه وضعی رسیده؟ ببینید در واقع برای رژیم بشار اسد و خود بشار اسد این آخرین فرصته. یعنی طرحی که کوفی آنان مطرح کرده، طرحی که به این ترتیبی که 6 بند اصلی داره در این طرح، و اولین بند اون اینه که آتش بس بشه، یعنی دو طرف هم شورشیان و هم بشار اسد در واقع فوراً آتش بس بکنن و این آتش بس سریع پیاده بشه. و نکته بعدی اینه که در واقع نیروهایی که میخوان کمک برسونن به کسانی که آسیب دیدن بتونن این کار رو انجام بدن و تمام جنگ افسارهای ثقیل در واقع از خیابونها جمع بشه. اینا نکته های اصلی این طرح کوفیانانه، یعنی آتش بس و نکته های اصلی. و همونطوری که شما درسته گفتین، امروز بشار اسد این طرح رو پذیرفته. قبلا روسیه، رئیس جمهور روسیه این طرح رو پذیرفت و دیروز آقای کوفیانان در چین بوده و اونها این طرح رو پذیرفتن و فردا کنفرانس اتحادیه عرب، سران اتحادیه عرب قراره در بغداد جمع بشن و اونها هم حتما اونها این طرح رو خواهند پذیرفت. ببینید طرح بدین ترتیبی اگر صحبت دیگه از این نیست که بشار اسد سقوط بکنه، برای که در واقع شرایط سوریه به قدری بغرنجه و عده زیادی از رهبران غرب حتی خودشون صحبت از این میکنن که همکنون سلفی ها و رادیکال های اسلامی در واقع نقش عظیمی رو بین شورشیان بازی میکنن و خطر بزرگی وجود داره بعد از سقوط بشار اسد. حتی دیگه صحبت از سقوط بشار اسد نیست، حتی اتحادیه عرب که فردا نشست داره در صحبت ها صحبت از کنارگیری بشار اسد نیست. البته من به این معتقد نیستم که بشار اسد میتونه در سوریه ادامه بده. بشار اسد با کشتاری که کرده بیش از 9000 نفر طبق آماری که سازمان ملل متحد میده در واقع در سوریه توسط نیروهای ارتش سوریه کشته شدن، یعنی بشار اسد نقشی نمیتونه بازی کنه. ولی اون چیزی که کشورهای غربی و اتحادیه عرب خواهان اونن اینه که بعد از بشار اسد در واقع نظام به هم نریزه، نظام به هم نریزه و نیروهای سلفی و اخوان المسلمین رادیکال و نیروهایی که در واقع از عراق و کشورهای لبنان و دیگر کشورها ترکیه اینا میرن و در واقع خرابکاری میکنن، اینها نتونن بعد از سقوط نظام قدرت سیاسی رو به دست بگیرن. و از چند روز پیش وسلی کلارک که زمانی فرمانده کل نیروهای ناتو در اروپا بود در زمان جنگ کوزوو اشاره میکنه و اخطار میکنه که با سقوط نظام خطر بزرگی برای دنیا به وجود میاد و سقوط نظام مصادف با این خواهد بود که نیروهای رادیکال سلفی و اسلامی رادیکال در واقع قدرت رو در سوریه به دست میگیرن. و به نظر من سوالی که امروز مطرح است و طرحی که مطرح به این ترتیبه که نظام رو بتونن از زیر ذره در بیارن، بشار اسد خارج بشه از دور سیاسی یا از میدان سیاست و در واقع بشه یک نفر از خودشون بیارن بذارن، یه نفر از خودشون معاون بشار اسد هم داره که در یمن انجام شد. بله. معاون بشار اسد قدرت رو بگیره، میزگردی در واقع عملی بکنه و در اون میزگرد مذاکره بشه با نیروهای شورشی، به خصوص نیروهای شورای ملی، یعنی میانه رو و بتونن در واقع به نتیجه برسن. این طرح اصلی کوفی انانه. آیا اینکه مخالفین اینو بپذیرن و به خصوص مخالفین رادیکال که قدرت زیادی دارن و سلاح در دست دارن و همکنون در شهرهای مختلف مناطق مختلف شهر رو در دست دارن و در اونجا در واقع حکومت میکنن، آیا اینها این طرح رو بپذیرن؟ این علامت سوال باید در روزهای آینده ببینیم که در واقع آیا طرح کوفی انان پیاده میشه یا کوفی انان هم با شکست روبرو میشه. دوستان شما اشاره کردید به کنفرانس سران عرب در بغداد. امروز من داشتم اون العربیه رو نگاه میکردم، علاوه بر اینکه اون گزارش رو داده یه گزارش دیگه هم نه تو العربیه نبود، یه جای دیگه خوندم که بسیار مقامات عراقی عصبانی هستن برای اینکه انتظار داشتن تمام سران کشورهای عربی برن و گفتن کاری که عربستان کرده توهین مستقیم بوده به دولت عراق، برای اینکه معاون سفیر عربستان سعودی در قاهره رو به عنوان نماینده فرستادن توی کنفرانس بغداد، کنفرانس اسلامی، در حالی که میدونید قبلا مثلا پادشاه عربستان میرفت
نمیدونم فرض کنید پادشاه اردن میرفت، رؤسای جمهوری کشورها میرفتن، ولی اینا خیلی دست کم گرفتن. بعدم شما گفتید مثل که 5 روز حکومت نظامی اعلام کردن در بغداد. ببینید دو مشکل اساسی را عراق داره، یکی امنیت رهبران کشورهای اتحادیه عرب بتونه اونجا حفظ بکنه، در واقع امنیت به وجود بیاره. همکنون از دیروز در واقع شهر چندی میلیونی بغداد، کسانی که بغداد رو بشناسن و من ده ها بار در بغداد بودم، در واقع شهری که امروز در حدود 6 میلیون جمعیت داره، در حالت تعطیلی، در حالت فلج، 100 هزار نفر نیروهای امنیتی در بغداد هستن و در واقع از دیروز تمام ادارجات، وزارتخونه ها و حتی بیمارستان ها و فروشگاه های بزرگ تعطیل شده و از مردم خواستن که از خونه هاشون خارج نشن به خاطر که بتونن امنیت رهبران اتحادیه عربی گیرن. ولی با وجود این پادشاه عربستان سعودی حاضر نشد بره، اردن حاضر نشد بره، ولی در عوض عمر البشیر مال سودان که مورد تعقیب میدونین دادگاه لا هست اون شرکت میکنه، که این خودش علامت سواله و این علامت سوال به این ترتیبی که در واقع عراق میخواد چیکار بکنه؟ عراقی که یک زمانی آمریکا در اونجا قدرت داشت، آیا میخواد اینو دستگیر بکنه تحویل بده، یا اینکه این ایشون میتونه آزادانه با اینکه حکم دستگیریش در نزد اینترپوله در واقع میتونه در اونجا شرکت بکنه و همونطوری که به جمهوری اسلامی میره دوباره برگرده به سودان. بعد نقش خود عراق در مورد سوریه است که پیرو به ایران. مشکل دومی که برای عربستان کاملا مهمه و اینه در واقع همپیمانی عراق با جمهوری اسلامیه. عراق میدونه در کنار جمهوری اسلامی همپیمان با بشار اسد، یعنی تنها کشوری که در اتحادیه عرب سقوط بشار اسد رو مطرح نکرده و حتی طرفداری از بشار اسد کرده عراق. و این مشکل دیگری است که با در واقع کشورهای اتحادیه عرب داره، به خصوص با پادشاه عربستان سعودی. و میدونین که دشمنی عربستان سعودی، پادشاه عربستان سعودی با خانواده بشار اسد یا اسد یک دشمنی طولانی است، یعنی از سالهای 1980 زمانی که جنگ ایران و عراق شروع شد عربستان سعودی در حمایت از عراق قرار داشت، ولی در واقع حافظ اسد در کنار ایران قرار گرفت. و بعدها در سال 2005 موقعی که حریری، رفیق حریری در لبنان کشته شد، خب میدونین رفیق حریری مانند عضوی از خاندان سلطنتی عربستان سعودی بود، بله. حتی پاسپورت عربستان سعودی داشت و این مشکل بود برای عربستان سعودی بپذیره که سوریه در کشتن اون نقش اساسی را داشته. و مطلب دیگری که بسیار مهمه، در جنگ لبنان زمانی که اسرائیل به لبنان حمله کرد در جنگ بر علیه حزب الله، و بعد از جنگ در حدود 33 روز طول کشید و بشار اسد ملک عبدالله را به عنوان یک نیم مرد یا نامرد معرفی کرد، برای که اقدامی نکرده بود در مخالفت با جنگ. سفری کرد به سوریه، سفری بعدها کرد، ولی در واقع خصومت بسیار طولانی است و این خصومتی که امروز با الملکی وجود داره به خاطر اینکه اولا حکومت شیعه است در عراق، حکومت شیعه است که نفوذ ایران رو تضمین میکنه، ایران نفوذ بسیار زیادی داره و در ضمن حکومت شیعه الملکی در کنار بشار اسد قرار گرفته. اینا مشکلاتی است که به همین خاطر در واقع معاون سفیر رو از قاهره به اونجا فرستادن، به بغداد فرستادن و خود پادشاه عربستان سعودی شرکت نکرده در این کنفرانس. خب بپردازیم به مسئله افغانستان. دکتر دانش، میدونید که در این کنفرانسی که در تاجیکستان تشکیل شد، آقای کرزاد با آقای احمدی نژاد و اینا رفتن اونجا و بعد احمدی نژاد سخنرانی خیلی مفصلی هم کرد که هیئت نمایندگی آمریکا رفتن بیرون طبق معمول که شروع میکنه، بعد و بیرا گفتن از اینکه بخواد ببینه به چه نتیجه میرسه این حرفاش. خب وقتی تو این حرفا رو میزنی خب معلومه، بعد اونا هم دستشون رو تو پوست گردو گذاشته برای اینکه آقای کرزایی نمیتونه حرفا اونو تایید کنه. چی میبینید جریان؟ ببینید تمام سخنرانی احمدی نژاد و صحبتایی که کرده در اونجا در واقع وحشتناک برای آمریکا و ناتو. ببینین تمام تقصیر شکست در واقع دولت مرکزی افغانستان رو آقای احمدی نژاد به عهده آمریکا گذاشته، میگه مسئول آمریکا و ناتو است و میگه در واقع اینا باید از اونجا برن بیرون و افغانا رو به حالت خودشون بذارن که در اونجا بتونن خودشون مشکل خودشون حل بکنن. و شدیداً حتی توهین میکنه به دولت مرکزی، به دولت آقای کرزای، که شما وابسته بودین و باید اینها خارجن. و جالب اینه که کرزای کوچکترین
ولی خود افغانستان اعتراض شده. پارلمان افغانستان اعتراض شده ولی خود آقای کرزای هیچ اعتراضی نمیکنه. یعنی در واقع باید به این مطلب اشاره بکنیم، مشکل اساسی در افغانستان همینطوری که من 10 سال پیش هم در کنفرانس گفتم، خود شخص آقای کرزای، شخص بسیار رادیکال اسلامی که از رهبران مجاهدین افغانستان بوده و نقش داشته در دولت، در واقع جمهوری دولت اسلامی افغانستان، این آوردن به عنوان یک دموکرات، به عنوان آزادیخواه معرفی کردن و در رأس امور قرار دادن و او را دو نوبت رئیس جمهور کردن، در صورتی که این شخص شدیداً مخالف حقوق زنانه. من همیشه در صحبتام گفتم آقای فرجی، در واقع قانون اساسی افغانستان که بند 3 که میگه که بین زن و مرد مساوات وجود داره، اون ارزش اون مرکبی رو نداره، اون ارزش اون کاغذی رو نداره که. حالا من یه اشاره بکنم، امروز بی بی سی گزارشی پخش میکرد تو اخبارش که با یه خانومی که قبلا نماینده مجلس بود صحبت میکرد، زنایی هستن در افغانستان که مورد ظلم و ستم خانوادگی قرار میگیرن، شوهرشون پدرشون، بعد میان دست به دامن پلیس میشن، پلیس اینا رو میگیره میبره تو خانواده به اصطلاح خانه هایی که بعد اینا رو حفظ بکنن، کسانی که تو اون خانه هستن به این زنا تجاوز میکنن، در حقیقت زندان، بعد میبرنشون زندان، بعد از زندان که میان بیرون خانواده های خودشون اینا رو طرد میکنن، اجتماع اینا رو طرد میکنن به اسم اینکه زندان بودی. ببینید متاسفانه موقعی که آمریکا وارد افغانستان شد، ایده مشاورین آمریکا و مشاورین کشورهای اروپایی در واقع خوشی‌بازی رو شروع کردن و چنین مطرح کردن که در تاریخ افغانستان هیچ موقع زنان آزاد نبودن و اولین باری که زنان آزاد میشن تحت کنترل اشخاصی یا حکومت فاسدی مانند کرزای. و خودتون به خوبی میدونی آقای فرجی که چند روز پیش آقای کرزای بیانیه علمای افغانستان رو که میگه زن هیچ حقی نداره، زن اجازه نداره از خونه خارج بشه، اینو در وبسایت خودش چاپ میکنه و میگه این قوانین شریعت و باید مردم بپذیرن. این آقای کرزای میگه. یعنی در واقع باید به این مطلب اشاره بکنه متاسفانه که زنان افغانستان، وضع زنان افغانستان امروز بدتر از زمان طالبانه، تا جایی که دیدبان حقوق بشر امروز اعتراض شدیدی کرده، میگه که در حدود 400 زن به طور رسمی در زندان ها هستن، اینها در واقع از خشونت مردان فرار کردن به همون خونه های زنان و اینها رو دولت گرفته محکوم کرده و به زندان های طولانی اینها رو محکوم کرده. مردانی که در واقع خشونت به کار میبرن اینها آزادن. و جالب اینه که نه تنها دولت افغانستان کوچکترین کاری را به نفع این زنان انجام نمیده، 400 زنی که در حدود 3 سال 4 سال 5 سال محکوم شدن به عنوان جنایتکار اخلاقی، توجه بکنین، زنی که در واقع دختری که در 15 سالگی توسط خانواده شوهرش کتک میخوره، بهش تجاوز میشه، میسوزوننش، تا به حال در افغانستان بیش از هزارها زن در زمان آقای کرزای خودسوزی کردن آقای فرجی. و متاسفانه نه تنها دولت کرزای هیچ اقدامی نمیکنه، بلکه این زنان رو قربانی میکنه و در زندان ها نگه میداره، بلکه دولت های خارجی و آمریکا و دولت های ناتو هم دیگه کاری انجام نمیدن. اونها درباره زنان و آزادی زن و مساوات زن دیگه صحبتی نمیکنن، تا جایی که دیدبان حقوق بشر به آلمان اعتراض کرده، به آلمان اعتراض کرده که شما کنفرانس بن و شما ترتیب دادین، شما این افراد مانند آقای کرزای و دیگران رو به عنوان آزادی خواه و دموکرات معرفی کردین و سر کار آوردین و این وظیفه شماست که درباره حقوق زنان در افغانستان فعالیت بکنین و زنان دفاع بکنین. ولی متاسفانه این روزا نه تنها رهبران غرب و رهبران آلمان و ناتو کوچکترین صحبت از حقوق زن دیگه در افغانستان نمی کنن. در واقع باید بگیم، متاسفانه رو بگیم، که کرزای سیاستی که در پیش داره نزدیک شدن به طالبانه و دارن جامعه را دوباره آماده میکنن برای حکومت آینده طالبان. و متاسفانه باید بگیم که با شکست نظامی که غرب و ناتو و آمریکا در افغانستان خورده، اینها هم دیگه کاری به نفع مردم افغانستان، حقوق بشر انجام نمیدن. به خصوص عده زیادی، 10,000 زن در این روزها در افغانستان بیانیه میدن که آینده اونها بسیار بسیار خطرناک. معلومه آقای دکتر دانش، اصلا به عقیده من این یک مسئله جهانیه، این مربوط به همه زنان جهانه. الان تو این شرایط، من یادم زمان طالبان خب خیلی فعالیت میشد در خارج از کشور برای زنهای افغانستان، خب الان باید این کار انجام بشه که الان در شرف دوباره اون حالت پیش بیاد، دوباره طالبانو میزنن به جون مردم افغانستان. به قول شما که الان هست، من این گزارش که دیدم میگه بعد از اینی که اینا میبرن تو زندان، تو زندان مورد تجاوز زندانبانان. بله. ببینین، یه زنی از زندان چنین میگه، میگه من اگه میدونستم
این بلایی که تو زندان به سر من میاد این طوریه، من خودکشی میکردم، اصلا نمیذاشتم کارم به زندان بکشه، اصلا نمیذاشتم که منو جلوی دادگاه قرار بدن موقعی که از خانه شوهر فرار کرده. میگه که من خودمو در رودخونه کابل غرق میکردم که به زندان آقای کرزای و پلیس ملی به اصطلاح در گیومه پلیس ملی افغانستان نیفتن. چنین وحشتناک شرایط زندان ها و همطور گفتیم نه تنها بهشون تجاوز میکنن بلکه به عنوان در واقع جنایتکار اخلاقی اینا رو میشناسن، به عنوان معذرت میخوام کسانی که فاسدن و زناکارن اینا رو میشناسن و بزرگترین اعمال در واقع اعمال خلاف و بر علیه این زنان در زندان ها انجام میدن. نه تنها شکنجه هم جوری شکنجه میکنن بلکه به اونها تجاوز میکنن در داخل زندان ها. دکتر انشی گزارش دیگه ای بود که من امروز دیدم نوشته که اونم سایت ایرنا، خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای حسن روحانی، میدونید که رئیس اسبق مذاکرات اتمی ایران بله. زمان رفسنجانی و خاتمی کاملا. ایشون از طرف جمهوری اسلامی ننوشته ولی نوشته که میدونید ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایشون رفته به وین و چون همزمان با آمدن آقای اردوغان به تهران و گویا قراره که ایشون اقداماتی انجام بده، ایشون نوشته که هنوز معلوم نیست که رفتن آقای، این خیلی مهمه که ایرنا این گزارش رو بده، که رفتن ایشون به وین برای مذاکره با مقامات آژانس بین‌المللی اتمی در مورد همین جریان به اصطلاح اتمیه، یا اینی که ولی با اون صحبتایی که من این ور اونور مطالبش رو تو روزنامه‌های ایران و تو سایت‌های ایران دیدم، آقای دکتر دانش بس بر سر اینه که رفتن رأی دادن آقای خاتمی در حقیقت یه نوع نزدیکی بین نظرات علی خامنه‌ای روزخان بزرگ با این جریان اصلاحات‌چی‌هاست و اینا به این نتیجه رسیدن که احمدی نژاد و این باندی که الان روی کاره با این فشارهای اقتصادی که داره روز به روز شدیدتر و شدیدتر میشه و کمر اینا رو خرد کرده منتها از رو نمیرن و امروز هم آقای اردوغان به خاطر همین اومده این پیام رو بده به اینا که اوضاع بدتر خواهد شد. به عقیده من اینا دارن کاری میکنن که با ابقایی که آقای هاشمی رفسنجانی رو ابقا کردن در کار خودش داره یه تغییرات اینطوری به وجود میاد که دوباره باند اصلاحچیا منتها اونایی که نزدیکترن به علی خامنه ای اونا بیان مثل آقای حسن روحانی، مثل علی اکبر رفسنجانی، مثل خاتمی، اینا بیان اون گروه کروبی و به اصطلاح تاجزاده و اینا رو بذارن کنار و اینا بیان یواش یواش کارا رو به اینا منتقل. شما نظرتون اینه؟ کاملا درست. ببینید خطری که جمهوری اسلامی احساس میکنه از طرف در واقع آمریکا و اسرائیل و خطر جنگ، این خطر واقعا خطر واقعی است، خطری نیست که آدم بخواد بگه که در همش بلوفه، خطر واقعی است و جمهوری اسلامی سعی میکنه از مهرهایی در داخل به اصطلاح اصلاح طلبان استفاده بکنه. همون شعاری که آقای خمینی میداد، خمینی در سال 1981 گفت ما به خاطر حفظ نظام، به خاطر حفظ نظام و جمهوری اسلامی اصول دینم زیر پا میذاریم و آقای خاتمی همین کار انجام داد و رفتن پای میز یا صندوق آرا در واقع به خاطر حفظ نظام در واقع یک چنین کاری را انجام داد و شکی در این نیست که رفتن حسن روحانی به وین و به احتمال قوی پشت برده صحبتهایی با آژانس بین‌المللی خواهد شد و اینا سعی خواهند کرد به طریقی شاید بتونن سازش بکنن و آقای صالحی هم که امروز مطرح کرده که ما به زودی در پای میز مذاکره خواهیم نشست و خواهان اونن که در ترکیه در استانبول این باشه و رفتن آقای اردوغان هم در همین جهته. به نظر من جمهوری اسلامی اونجایی که موجودیتش بخواد حفظ بکنه تمام کار رو انجام میده، زیر تمام وعده ها و قول ها و سیاست خودش خواهد زد، همونطور که در سیاست داخلی این کاری میکنه در سیاست خارجی هم این کار رو انجام خواهد داد. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش عزیز، متاسفانه وقت برنامه من تموم شد. خب همینان گرامی سپاسگزارم که به برنامه من توجه کردید، تا برنامه فردا که در ساعت 11:30 بامداد به وقت لس آنجلس خواهد بود، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.